سرخط چند خبر مهم در لابلای گزارش ها از افغانستان و جهان. سفر رئیس جمهور غنی به شرق افغانستان و دیدار او با نمایندگان چهار ولایت شرقی ضمن تأکید بر تأمین صلح همه جانبه در افغانستان. تیرگی روابط بین ریاض و تهران شدیدتر می شود. عربستان سعودی در تلاش اقدام بیشتر علیه ایران است. و صحبت با یکی از چهره‌های بارز و آشنای فوتبال افغانستان و بررسی آینده تیم ملی فوتبال. سلام و خسته نباشید. با برنامه خبری این ساعت از تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه 20 ماه جدی سال 1394 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 10 ماه جنوری سال 2016 میلادی. من احمد شرزیا به اتفاق همکارانم در نیم ساعت با شما خواهیم بود. خبرها را با گزارش از سفر رئیس جمهور غنی به شرق افغانستان آغاز می کنیم، اما در بخش های دیگر به شمول بحث صحی این هفته، آخرین جزئیات از تیرگی روابط بین عربستان سعودی و ایران، گزارش از وضعیت مسلمانان در ایالات متحده و خبرهای دیگر از شرق میانه و منطقه را جا داده ایم که امید است تا پایان همراهمان باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای گفتگو با بزرگان قومی، علمای دینی و متنفذین چهار ولایت شرقی امروز به جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار سفر کرد. آقای غنی با سران و بزرگان مشرقی و شمول نمایندگان زنان و فعالین مدنی ملاقات نمود و به نظریات و پیشنهادات آنها گوش فرار داد. بزرگان قومی از تهدیدات طالبان و داعش به مناطق خود ابراز نگرانی کرده و روی موضوع مصالحه با طالبان نیز صحبت کردند. آقای غنی متعهد به تداوم کمپاین بمباران داعش در ننگرهار برای تأمین امنیت آن منطقه گردید و بیان داشت که داعش تهدید به منطقه و افغانستان و فراتر از آن است. مردم فکر میکرد که ما درباره خطر داعش صحبت میکنیم که برای افغانستان پول بیاوریم. این گپ پول نیست، این گپ عزت و آبروی ماست و این گپ آرزوهای ماست. ستانکزای سیب و اتمر سیب در این مورد کارهای زیادی را انجام داده است که ازشان تشکر میکنیم. اما وزیری سیب، حالا به دست محکم عملیاتتان به مشوره ملت ترتیب نمایید و بمباردمانتان ادامه دهید. آقای غنی روی نشست چهار جانبه‌ای که قرار است فردا دوشنبه در اسلام آباد برگزار شود نیز با سران چهار ولایت صحبت کرد و اضافه کرد که هیچ کشور دیگری نمیتواند به افغانستان بگوید که با کدام کشور رابطه داشته و با کدام کشور رابطه خود را قطع نماید. نیروهای امنیتی افغان هم در این حال میگند که طی یک عملیات صبح امروز ولسوالی در قد ولایت تخار را از وجود طالبان پاکسازی کرده و کنترل آن را دوباره به دست گرفتند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که با کشته شدن حدود 30 جنگجوی مخالف، طالبان مسلح از محل فرار کرده و عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان در ساحه نیز جریان دارد. از تلفات نیروهای افغان در این عملیات تاکنون چیزی گفتن نشده است. طالبان حدود 3 ماه پیش ولسوالی در قد را که در سرحد با تاجیکستان موقعیت دارد تصرف کرده بودند. دوستان، قرار است فردا یا نشست چهار جانبه روی تسهیل روند صلح افغانستان در شهر اسلام آباد برگزار شود. در این نشست معینان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان و نمایندگان خاص ایالات متحده و چین برای افغانستان و پاکستان حضور خواهند داشت و طرف‌ها روی ایجاد یک نقشه راه که چگونگی آغاز گفتگوهای صلح با طالبان را شامل می‌شود کار خواهند کرد. در این حال حکومت افغانستان می‌گوید که نسبت به این نشست خوشبین است. حسیب مودودی در این مورد گزارش می‌دهد. اسلام آباد بار دیگر میزبان نشست صلح افغانستان. این بار معینان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان به شمول نماینده‌های خاص ایالات متحده آمریکا و چین دور یک میز می‌نشینند و با ایجاد نقشه راه چگونگی کشانیدن طالبان را به گفتگوهای صلح بررسی می‌کنند. استقلال و حفظ تمامیت ارضی، مشروعیت قانون اساسی و نظام افغانستان و نیز تفکیک افراد آشتی پذیر با افراد آشتی ناپذیر از موضوعات هستند که در نشست اسلام آباد نمایندگان افغانستان بر آنها تاکید خواهند کرد. مسئله اول بر ما که مهم است ایست که اعباد جنگ به صورت درست تشریح بدیم، غیر از او صلح به دست ما نمیاد. نکته اول ایست که تروریست‌های بین‌المللی در افغانستان جنگ میکنند و اینا غیر از میدان جنگ از افغانستان چیز دیگه نمیخواد. مذاکرات در مرحله ابتداییش قرار دارد. طالبان در این مذاکرات حضور ندارن. بیشتر روی مکانیزم سازوکارها و چگونگی آغاز مذاکرات
بحث صورت خواهد گرفت، طبیعتا در مراحل بعدی اونطوری که پاکستان این بار وعده کرده، بحثی که کدام گروه آماده مذاکره هستند و کیا نیستن حتما مطرح خواهد شد. شورای عالی صلح نیز خواستهای از نشست اسلام آباد دارد. مشخص شدن زمان آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان و ایجاد یک میکانیزم برای ادامه این گفتگوها اصلی ترین خواستهای این شورا هستند. علاوه از او باز همین موضوع باز شود که بالاخره این مذاکرات به یک بند شدن جنگ یا قلن کم شدن جنگ و تا شرایط برای مردم برای زندگی آینده و امیدواری برای مردم ما پیدا شود که این جنگ یا بند شد یا محدود شد، روز بروز محدود شده میره. دیگه اونجاست که باز مردم ما هم برای یک امیدواری پیدا میکنه. طالبانی که همواره متهم بودند که به نیابت از پاکستان می جنگند در نشست چهار جانبه اسلام آباد نماینده ندارند. شاید به همین علت آگاهان نیز می گویند که حل مشکل با پاکستان در واقع حل مشکل با طالبان است. حضور آمریکا و چین در این برنامه ناظر گفته شده. ناظر بار معنایی را نمی تانه داشته باشه که عامل یک اجبار شود برای پاکستان تا پاکستان در مسیر صلح افغانستان قرار بگیره. پایان کار مثل گذشته ممکن است یک بار دیگر فرصت برای پاکستان برای ادامه توطئه‌ها و جنایاتش زمینه سازی بکنه. در آستانه برگزاری نشست چهار جانبه اسلام آباد، مردم عام افغانستان نیز دیدگاه‌های در پیوند به صلح دارند. کلگی مردم افغانستان آرزو دارد که صلح شود. این بیکاری، این آرچی که است، این کلگی تاثیر جنگ است که آرامی نباشه، کارم گم میشه، آرچی گم میشه. افغانستانی که در آتش جنگ میسوزد از هر تلاش برای برگشت صلح استقبال میکند. مقام های حکومت افغانستان نیز میگویند که در نشست چهار جانبه اسلام آباد ابعاد این جنگ باید مشخص شود. هرچند مردم به این نشست به ویژه حضور ایالات متحده آمریکا و چین نیز چشم دوختند تا شاید به کمک آنان کلید گمشده صلح را دریابند. سید اسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. در فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا هم امروز از دوستان پرسیده بودیم که توقع شما از نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین برای تسهیل و ممکن آغاز پروسه صلح در افغانستان چی خواهد بود. از جمله دوستانی که نظر دادند، عبدالکریم عباسی از کابل نوشته است: توقع ما تأمین امنیت در تمام نقاط افغانستان است. در صورتی که نشست نمایشی نبوده و تأثیر مثبت بر تأمین امنیت افغانستان داشته باشد. فردین همراز از قندهار نوشته است: آمریکا با پاکستان احترام قائل است و پاکستان را در منطقه متحد خوب می‌داند، اما پاکستان نمی‌خواهد که در افغانستان صلح تأمین شود. از سایر دوستانی که به این سوال ما پاسخ دادند سپاسگزاریم. شما نیز می‌توانید نظریاتتان را در مورد پست‌های این صفحه با ما و دوستانتان شریک بسازید. آدرس صفحه ما در فیسبوک facebook.com/voatv آشناست. در این زمان اگر تاکنون تلگرام صدای آمریکا را برای خود دانلود نکرده اید، می توانید اپلیکیشن تلگرام را دانلود و با VOADA عضو شوید. تلگرام صدای آمریکا گزینه جدید برای دریافت تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیوها و سایر معلومات در تلفن های همراه شماست. بیکاری آزمون و مشکل بزرگتر از ناامنی برای جوانان افغانستان است. یافته های یک تحقیق تازه که از سوی نهاد دموکراسی اینترنشنال در افغانستان انجام شده نشان می‌دهد که فقر و بیکاری نسبت به ناامنی جوانان را بیشتر می‌رنجاند. این تحقیق در 34 ولایت از طریق مصاحبه با 4020 جوان در مدت 4 ماه انجام شده است. جهت بررسی نتایج تحقیق و عواقب پیش بینی شده در این تحقیق با محترم سید اختر سادات، مسئول برنامه‌های تحقیقاتی دموکراسی اینترنشنال در کابل، که هم اکنون در استودیوی کابل حضور دارند، صحبت می‌کنیم. سادات صاحب سلام، تشکر از اینکه حضور یافتین. تحقیق چگونه انجام شده است؟ سمپلینگ تحقیق شما چگونه بوده و چرا فکر می‌کنین جوانان بیشتر از ناامنی از ناحیه بیکاری رنج می‌برند؟ بله، من خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت بینندگان محترم شما خدمتان عرض بکنم که سمپلینگ و نمونگیری سروی طوری صورت گرفتم که البته ای اول باید بگم که این سروی کاملا سرتاسری بوده، یعنی در 34 ولایت افغانستان از جوانان مصاحبه ها صورت گرفتم. تقریبا 4020 جوان بین 18 الی 35 سال افغان که در 34 ولایت زندگی میکردن مصاحبه شدن و در پهلوی از این 4020 مصاحبه
با جوانان خانوار ما حتی 1000 محصل را هم از پانتونای شخصی و دولتی افغانستان در 12 ولایت مصاحبه کردیم تا اینکه ما بتانیم مقایسه بکنیم نظرات یعنی نگرش جوانان تحصیل یافته افغانستان و جوانان تحصیل جوانان کمتر تحصیل یافته یا بی سواد. ما این سروی های ما مقدار سروی بر اساس ارقام احصای مرکزی بر ولایات تقسیم شده و در داخل ولایات هم بر نفوس جوانی شهری و روستایی تقسیمات شده. در هر ولایت ما 3 ولسوالی را نمونه گرفتیم و جوانان در هر ولایت در همین 3 ولسوالی مورد مصاحبه قرار دادیم. قریه‌جات محل‌های نمونه‌گیری کاملا به شکل تصادفی انتخاب شده تا فرصت شامل شدن تمام اقشار جامعه افغانی در نمونه گیری باشه و می یافته های ما بتونه به شکل درستش نمایندگی بکنه از نظرات جوانان افغان. تشکر. بخش دوم سوال ما بی پاسخ ماند. بله من عرض میکنم خدمت شمایی که یکی از یافته های این نظرسنجی مایی است که اکثریت مطلق جوانان افغانستان هم از محصلین یعنی جوانان تحصیل یافته افغانستان و هم از جوانان خانوار یعنی کمتر و بی سواد افغان اونا عقیده دارند که تقریبا 82% هستند که بیکاری و فقر از جمله مشکلات عمده جوانان افغانستان هستند. اونا نسبت به مسائل امنیتی و سیاسی بیشتر از وضعیت اقتصادیشان نگران هستند. آقای سادات تشکر. آیا در تحقیق در مورد تازه ترین انکشافات و یا هم اقداماتی که شما در اخبار هم شنیدین در مورد گزینه صلح و یا هم مذاکرات صلح افغانستان پرسیده شده از جوانان یا خیر؟ تازه ترین واکنش ها در قبال تازه ترین انکشاف ها که نشست چهار جانبه چهار کشور است چی بوده؟ البته بله ما از جوانان افغانستانی سوال کردیم. پروسه صلح دولت افغانستان با مخالفین و طالبان یک پروسه ملی است برای آوردن صلح و بسیار رای زحمیت است. از جوانان پرسیدیم که تا چی اندازه شما از این پروسه صلح با طالبان و مخالفین دولت حمایت میکنین؟ یافته های ما نشان میده که خوشبختانه حمایت از پروسه صلح نزد جوانان افزایش یافته نسبت به سالهای گذشته. تشکر آقای سادات. تحقیق شما خیلی گسترده است، نیاز به یک زمان کافی برای بحث داره. در برنامه بعدی ممکن ما شما را باز هم زحمت بتیم و بحث بکنیم با شما. اکنون با شما خداحافظی میکنیم نظر به ضیقی وقت. روز خوش. اگر فرصت داشته باشیم فقط بفرمایید. اگر فرصت داشته باشیم در یک جمله هم میتونم یک تعداد یافته های کلی دیگه ای را خدمت شما ارائه بکنم. بفرمایید کوتاه. با معذرت که برای آقای سادات همکارای تکنیکی ما وقت بیشتر نداشتن، اما وعده میکنیم بر بیننده ها و آقای سادات که در برنامه بعدی با ایشان بحث دنبال میکنیم. معذرت میخواییم بازم. وزارت خارجه شورای همکاری خلیج حمایت خود را از عربستان سعودی در اختلاف دیپلماتیک آن با ایران ابراز داشتند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید به دنبال آن که شورای همکاری کشورهای خلیج ایران را نکوهش کرد، ریاض اکنون در صدد اقدامات بیشتر علیه ایران است. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در نشستشان واقعات حمله بر سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در شهر مشهد ایران را مورد بحث قرار دادند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت شدت از جانب ایران است، نه از سوی عربستان سعودی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج. تمام حرکات منفی که در منطقه و در کشور ما انجام می شود از سوی ایران صورت می گیرد، نه شورای همکاری خلیج. ما در حال بررسی حرکات ایران هستیم و اقدامات لازم را برای مبارزه با آن اتخاذ خواهیم کرد. همه چیز در آینده نزدیک واضح تر خواهد شد. تنش‌ها در پی اعدام اخیر شیخ نمر النمر، یک روحانی شیعه مذهب از سوی عربستان سعودی افزایش یافت. پس از آن که ریاض اعلام کرد که اعدام او با 46 تن دیگر همراه بود، اعتراض کنندگان خشمگین ایران دست به تخریب سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در شهر مشهد زدند.
شورای همکاری های خلیج یا جی سی سی که شامل کشورهای عربستان سعودی، بحرین، قطر، عمان، کویت و امارات متحده عرب است، آنچه را تقبیح کردند که دخالت ایران در امور داخلی عربستان سعودی و منطقه می خوانند. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج پیامدهای حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در شهر مشهد را مورد بحث قرار داد و آن حرکت ایران را به شدت محکوم کرد و گفت که مسئولیت این اقدامات به دوش ایران است. ایران کشور شاهی عربستان را به خاطر بحران روابط دیپلماتیک سرزنش می کند. در نامه‌ای که عنوانی بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد که توسط خبرگزاری های ایران منتشر شده، در آن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد تحریکات عربستان سعودی به سمت تهران شکایت کرده است. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. البته که شان پن، یکی از هنرمندان سینمای هالیوود، جزئیات کم نظیر را از جریان مصاحبهش با خواکین گوزمن یا الچپو، یکی از قاچاقبران افسانه‌ای مکزیکویی را افشا می کنم. شان پن که این مصاحبه را ماها پیش از گرفتاری الچپو انجام داده به مجله رولینگ استون گفته است که الچپو مرد عذرخواه نیست. الچپو روز جمعه برای سومین بار توسط نیروهای امنیتی مکزیکو بازداشت شد. او تاکنون توانسته دو بار از زندانهای دارای تدابیر شدید امنیتی در مکزیکو فرار کند. در این حال مقامات مکزیکویی گفتند که حکومت مکزیکو اکنون حاضر است تا الچپو را به ایالات متحده تحویل بده. حکومت مکزیکو قبلا خواست آمریکا مبنی بر تحویل دی الچپو را رد کرده بود که سبب کشیدگی روابط بین دو کشور هم شده بود. در بخش ورزشی هستیم دوستان. تیم ملی فوتبال افغانستان با وجودی که در تلاش دفاع از مقام قهرمانی خود در جنوب آسیا، در نهایت در برابر تیم ملی فوتبال هند شکست متقبل شد، اما باز هم صاحب نظران و علاقمندان این ورزش در افغانستان کارکردگی‌های اخیر تیم ملی را قهرمانانه و قابل ستایش عنوان می‌کنند. نگرانی‌ها در برابر ورزش فوتبال هم در افغانستان عنوان عدم موجودیت امکانات و تأسیسات مناسب عنوان میشه. دستندرکاران این ورزش به خاطر رفع آزمون‌های فراهرا چه کاری را روی دست دارن؟ خوشبختانه امروز یکی از چهره‌های کلیدی فوتبال افغانستان، محترم یوسف کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان، در استودیو با ما هستند و با ایشان بحث را آغاز می‌کنیم. آقای کارگر، یک بار دیگر سلام و تشکر از وقت شما. شما از افغانستان به ایالات متحده رسیدین، هرچند می‌فهمم سفر اولتان به ایالات متحده نیست، اما اگر کوتاه در اول تشریح بکنین هدف و دستاورد سفرتان به ایالات متحده این بار چی بود؟ تشکر، عرض ادب و سلام خدمت شما، خدمت بیننده‌های عزیز محترم تلویزیون آشنا. با شما بهتر معلوم است که در 10 سال اخیر فوتبال افغانستان پیشرفت‌های عظیمی در کشور داشت. با یک سلسله مشکلات و چالش‌ها و محدودیت‌هایی که در فوتبال بود، باز هم مدیریت سالم، رهبری سالم فدراسیون فوتبال، یک تیم کاری فدراسیون فوتبال توانست که یک دستاورد در سطح بین‌المللی، در سطح آسیا تیم ملی فوتبال کشور داشته باشه که قهرمانی و پیروزی و پیامدهای خوب در سطح ملی و در سطح بین‌المللی داشته، که یکی از او پیامدهای از او که ما در اینجا حضور پیدا کردیم سال گذشته هم اینجا به خاطر اعمار یک استادیوم به سطح معیاری و بین‌المللی بر افغانستان تصمیم گرفته شده که در افغانستان اعمار شود، که ساختمان از این استادیوم یک رویداد بزرگ تاریخی برای فوتبال افغانستان و برای دولت افغانستان خواهد بود. در کدام ولایت؟ در ولایت دو ولایت است که ما تصمیم گرفتیم، در قسمت پروان در فرزه تصمیم گرفته شده و دو زمین دگام کاندید است که آیت انقریب آیت برای بازدید از او سال گذشته هم رفته بود و دو جای دیگر هم بازدید میکنه. در ولایت پروان. بله. هر دوش. بله. خوب است، آب و هوای خوبتر و سرزمین سبزتر. استادیوم های فوتبال یادآور شدین، در افغانستان یک استادیوم او هم با گنجایش علاقمندان چیز کمتر برای فوتبال امروز در جهان دارین. شما بجز از مکان، نگرانی بزرگ دیگه ایتان در قبال ورزش فوتبال در افغانستان چی است؟ نکته خوب است، یه جا اشاره کردین،
چیزی را که فوتبال افغانستان متضرر میشه و امتیاز خوبی را که در سطح ملی و بین المللی از دست میده، نبود استادیوم استاندارد معیاری و میزبانی مسابقات فوتبال در افغانستان است. که بدبختانه که افغانستان ما استادیومی که در افغانستان است و استادیوم به شکل استاندارد معیاری نیست، فیفا اجازه نمیده که مسابقات بین المللی در او استادیوم صورت بگیرد. با ساختمان و ایجاد همچو پروژه های بزرگی که در افغانستان صورت میگیره، خود حاکمیت دولت از لحاظ سکیوریتی، از لحاظ اقتصادی و در سطح بین المللی انعکاس بسیار مثبت شما میگین که موجودیت یک استادیوم معیاری دوای دردهای ورزش فوتبال در افغانستان بوده میتونه؟ در کل مسائل امنیتی و اینایش کنار میگذاریم. آقای کارگر، شما اینجا بودین که تیم ملی فوتبال افغانستان از لقب قهرمانی دفاع میکرد اما شکست را متقبل شدن در مقابل تیم ملی هند. ملایسی یک بیننده، ملایسی یک افغان، سوال ای بود که بیشتر بازیکنان افغانی که در کشورهای بیرونی مهاجر هستند متشکل تیم ملی افغانستان بودن، چرا شما نمیتونین در داخل افغانستان آموزش بتین فوتبالر و یا هم بازیکن تیم فوتبال و در همونجا تربیه بکنین و داشته باشین شون همونجا؟ دقیقاً سوال بسیار بجا و به سوال خوبی است که فدراسیون فوتبال کشور در طول 10 سال اخیر کورسای مربیگری بر خاطر برانفتن سطح آگاهی مربیا و پلیرها را در سطح فیفا و در سطح UFC دایر کرده که بتونم فوتبال بر مردمی بسازه. خود ایجاد لیگ برتر بر فوتبال افغانستان در تمام ولایات افغانستان زمینه را مساعد می‌سازد که فوتبال افغانستان، کیفیت فوتبال افغانستان بالا بره. تشکر. فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت که ما یک تعداد از پلیرهایی که در امریکا است، در اروپا است، با جمع از پلیرهایی که در خود افغانستان است، مسابقات در میادین بین المللی حاضر شود. مصرف می استادیوم را که شما گفتین چقدر است و کی میده؟ مصرف از استادیوم یک پروژه بسیار بزرگ کلان است که آقای عطاامین که بنیانگذار از این استادیوم بوده در اینجا صحبتهایی داشته با دونرها و همچنان با ورزشکارهای بسیار تاپ از امریکا، مثلا محمد علی کیلی، کوچکه و از ورزشکارهای دیگه که حاضر شدن بر فندریزنگ از این استادیوم که دو سه ماه بعد بخیر این فندریزنگ شروع میشه و یک هیئت انقریب وارد افغانستان میشه که با تفاهم با فدراسیون فوتبال کشور با مقامات دولتی دیدن خواهد کرد. جا داره که تشکری کنم از سفیر صاحب محترم که زمینی خوبی را برای کارهای طی مراحل بعدی از این انجام داده. تشکر. آقای کارگر، من معذرت میخوایم، وقت ما کوتاه است. یگانه چیزی را که شکرگزاری میکنیم از بارگاه عزت متعال که شما خودتان حال صحتمند هستین. ان شاءالله که شما را تنها نمیمونیم، باز هم با شما صحبت های خود داشتیم. در رادیوهای آشنا هم با شما صحبت ها شده و صحبت های خواهد شد. تشکر. اداره محیط زیست افغانستان به باشندگان شهر کابل توصیه میکند تا در هنگام بیرون شدن از خانه هایشان از ماسک استفاده کنند و استفاده مواد سوخت دودافزا جلوگیری کنند. هرچند این اداره آلودگی هوا را نسبت به سالهای گذشته اندک میداند در سطح افغانستان، اما باشندگان کابل از افزایش آلودگی هوا سخت نگران هستند. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش را در این مورد آماده ساخته است. کابل، شهر با بیش از 4 میلیون جمعیت، این روزها آلودگی هوا این شهر نشینان را نفسگیر ساخته و بسیاری ها را بیمار. هوا آلوده است، خاک است، گازا و بخارای دود و ایگپای که است و به صحت مردم بسیار جا ضرر دارند. درخت ها هم این گونه وضعیت دارند. خرابی جاده ها، انبار لوش ها و زباله ها در هر گوشه و کنار، در کنار استفاده از موادهای سوخت دودافزا و گازافزا، همه با هم سبب شدند تا هوا را بیشتر آلوده بسازند. در این وقتا دقیق به جریان هستیم که آب و هوا خیلی وضع آب و هوا بسیار خراب است و این آب و هوا برای ما و شما خیلی ضرر داره، هم برای ما، هم برای طفلا و هم برای اطفال و تمام کس ضرر داره و محیط زیست یا دولت به این آب و هوا کدام توجه خاصی هم نمیکنه. تنها بر بنیاد آمارهای اداره شهرسازی نزدیک به 50,000 جنراتور تیلی در شهر کابل به کار گرفته می شوند. این اداره بیشتر آلودگی ها را به خرابی جاده ها نسبت می دهد و می گوید که در هر کیلومتر یک تن گرد و خاک روی جاده ها را پوشانیده که این خود در آلودگی ها نقش برجسته دارند. نسبت به سالهایی که ما مصیبت خود داریم،
بهتر از وضعیت هوا، اما به او شک به حد نیست که ما را قناعت بده یا هم شهروندهای ما را قناعت بده. این نما از دوربین کمتر از نیم کیلومتر فاصله دارد، اما اداره شهرسازی میگوید که این روزها فاصله دید بین 4 تا 7 کیلومتر است و نسبت به کشورهای منطقه هوای این شهر بهتر است. تا زمانی که 70 الی 80 فیصد جاده های شهری در یک شهر قریزی کامل یا اصلاح یا کانکریت نشه، مشکل است که انتشار ذرات پایین بیاید. سردی در کنار آلودگی هوا بیماری ها را بیشتر می سازند و این گونه غذاها را ناپاکتر. اینجا یکی از شفاخانه های کابل است. بیمارها زیاد هستند و دکتران از این وضعیت نگران. مریضا مراجعه میکنند، تقریبا تعداد زیادی مریضایی که به ماینخانه و یا جای دولتی مراجعه میکنند اکثرا امراض هست که از باعث آلودگی هوا، مثلا قبلا براتون گفتم که التهابات قصبات است، زکام های هستند، امراض ویروسی هستند و در ضمن التهاب گلون و حنجره این چیز هست. این هم نمای شبنگام جاده های کابل، اما چنانچه دیده می شود شبها بیشتر از روزها هوا آلوده هستند. جلال میرزاد، آشنا صدای آمریکا، کابل. دوستان شنیدین که آلودگی هوا و محیط زیست در این روزها به عنوان یک مشکل بسیار مهم در سطوح ملی و بین المللی شناخته شده است. شهرهای بزرگ افغانستان هم به خصوص شهر کابل که دیدیم از جمله جاهایی است که از لحاظ آلودگی هوا در رده‌های بلند قرار گرفته است. این که آلودگی هوا چه خطرات را به صحت و سلامتی باشنده های شهر بار میاره و کدام راههایی را باید جستجو کرد تا سلامتی خود را در این حالت حفظ نمود، معلومات بیشتر را در این مورد از آقای سید آقا ترخیل، دکتر در کلینیک صحی فرزنیس شهر واشنگتن دی سی میشنویم که همکنون در استودیو با ما هستند. دکتر صاحب ترخیل، تشکر از اینکه حضور یافتین. تشکر از شما. وقت ما شما هرچند هندک هم است کوشش میکنیم به سرعت صحبت بکنیم. اگر بگین که کثافت یا آلودگی هوا به صورت مستقیم و یا هم غیر مستقیمش چی تأثیراتی را روی صحت داشته میتونه؟ خب هوای آلوده خودش گازهای مضر داره یا دود داره و یا هم گرد و خاک وقت داخل اتمسفر می شود هوا آلوده می شود. وقتی این گازات مضر گرد و خاک و یا هم دود داخل عضویت می شود، داخل ریه ها می شود، باعث امراض تنفسی گوناگون، باعث امراض قلبی و باعث سرطان ها نزد انسان ها می شود. دکتر صاحب ترخیل، شنیدیم که مقامات افغانستان از شهریان کابل حداقل خواستن که وقتی که بیرون میرن ماسک بپوشن. چی فکر میکنین؟ آیا ماسک درد را دوا میکنه؟ جلو مشکل اساسی را گرفته میتونه؟ چرا که کابل امیل از شاهده و یا هم شهرهای بزرگ افغانستان شاهد زمستان هست و بیشتر زغال سنگ و چوب و اینا حریف میشن به خاطر حرارت، تولید حرارت و اینا، و از یک سو خاک و گل هم. اول گفته می شود که آلودگی هوا در وسط روز بیشتر می باشد، پس کوشش شود که اگر می خواهیم برای کار یا برای قدم زدن یا برای خرید می خواهیم بیرون برایم، از صبح وقت و یا هم از طرف شام بیرون برایم. از جاهایی که اوجا ازدحام موتر زیاد است یا جاهایی که نزدیک فابریکاجات و اینا هستن، از اون تو جایا بدون ضرورت جلوگیری شود نریم. و شیوه بسیار مهمی که میتونه از امراضی که با از دست آلودگی هوا به میان میاد خود پوشیدن ماسک هست که فکر کنم موثرترش ماسک هست. در کشورهای پیشرفته چه چیزهای مراعات میشه؟ یعنی پیشنهاد شما چی است؟ حکومت افغانستان چی کار کرده میتونه که از این مشکل بیرون شود؟ هوا آلوده شدن هوا عوامل بسیار زیاد دارد. در کشورهای پیشرفته خصوصا در آمریکا نهادهای مختلف هستند که در این عرصه تحقیق میکنند و کار میکنند. مثلا در آمریکا Environmental Protection Agency از تمام، یعنی Environmental Protection Agency سازمانی که حفاظت از محیط زیست. کابل هم افغانستان هم داره از این سازمان.
افغانستان هم داره، ولی اینجا نهادهای دیگه هم هستن و اینجا کارش موثرتر است. تمام مواد سوختی که به امریکا وارد می شوند، ارزیابی می شوند، موتورا اینجا شما می بینین سال به سال یک دفعه معاینه می شوند که اگر سطح تولید گازاتشان بلند باشد برشان جواز دادن، موتورا تفتیش می شن. و برای فابریکاجات یک جایی که مثلا اول تشکر از شما دکتر سفتر خیل، ببخشین که من صحبت شما را قطع کردم. در برنامه پشتو هم بحث صحیح خود داشتیم، دوستا اونجا میتونن دنبال بکنن. بخش دری در همینجا خاتمه میابه. خدا نگهدار شما. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. با دولو چارو که در امریکا غگ در ارزشتون و غروالی ارائه اخبار معصق معتبر و جامع.